با جواد همدانی همکارم همراه میشیم از اسلام آباد. اون چیزی که من الان در حال حاضر دارم میبینم جواد در نتایجی که منتشر شده، حزب حامیان عمران خان در واقع بیشترین کرسی ها رو به خودشون اختصاص دادن، اما هنوز به اون حد نصاب لازم هم حتی نرسیدن. بله، اول اشاره بکنم به یک موضوع دیگری که همین الان پیش اومده. خب بدونیم که روز گذشته اشاره هم داشتید که این انتخابات در حالی برگزار شد که پاکستان شاهد ناامنی های کم سابقه بوده و یک روز قبل از برگزاری انتخابات 28 نفر در حملات مختلف کشته شده بودند. به در واقع دقایقی پیش وزیر کشور پاکستان همراه با وزیر اطلاع‌رسانی پاکستان یک کنفرانس خبری داشتن و توضیح دادن این موضوع رو که چرا شبکه های اینترنت و تلفن های همراه مسدود شده بود روز گذشته و چرا آنها این کار رو کردن و توجیه کردن در واقع مقامات پاکستانی این اقدام خودشون را. البته منجر به انتقادات زیاد شده بود، چون خیلی ها بر این باور هستن که این اقدام دولت در واقع به نوعی کمک میکنه به در واقع کسانی که میخواستن روند انتخابات رو تخریب بکنن یا اینکه دستکاری در نتایج انتخابات به وجود بیاد. به همین خاطر اتهامات زیادی متوجه دولت موقت هم بوده و هست. ایشون خواسته که توضیح بده این موضوع رو و گفته که خب این ناامنی ها در واقع ما رو مجبور کرده که ما همچنین کار رو بکنیم و حتی روز گذشته هم با اینکه بیش از نیم میلیون نیروهای امنیتی پاکستان مستقر بودند در جاهای مختلف برای برگزاری انتخابات، باز هم 56 مورد ناامنی داشتیم. حالا میریم به طرف آخرین نتایج که توسط کمیسیون برگزاری انتخابات در ارتباط با حالا همین موضوع منتشر شده. ببینید، در مجموع 265 کرسی برای آن این انتخابات برگزار شده و از این میان تا حالا کمیسیون برگزاری انتخابات تکلیف 136 کرسی رو روشن کرده. 54 کرسی از آن حزب عمران خان که حامیان او یا افرادی که در این حزب هستند به عنوان کاندیدای مستقل وارد انتخابات شده بودند از آنها شده. 42 کرسی هم از آن مسلم لیگ شاخه نواز است و 34 کرسی هم متعلق به حزب مردم. تا کنون تکلیف دو ایالت تقریبا روشن است که در این دو ایالت کدام حزب قرار است تشکیل حکومت بده. یکی در واقع ایالت خیبرپختونخوا پاکستان، ایالت شمالی این کشور که آنجا حزب مردم به طور واضح یک اکثریت خیلی واضحی رو داره و نیاز به کمک هیچ حزب دیگری نداره برای تشکیل حکومت، و همچنان ایالت سند پاکستان، آنجا حزب مردم به نظر میاد که بدون کمک هیچ حزب دیگری میتونه تشکیل حکومت بده. تمام دعوا و تمام نگاه ها به سوی این هست که الان در مرکز چه حزبی دولت رو تشکیل میده. ظاهرا یک دولت ائتلافی خواهد بود و در خصوص ائتلاف ها به نظر میاد که از همین حالا رایزنی ها بین احزاب شروع شده و در این ارتباط دارن فکر میکنن. تا کنون حزب مسلم لیگ و همچنان حزب مردم پاکستان که پیشتر در دوره‌های قبلی با هم تشکیل در واقع ائتلاف می‌دادند خیلی علاقه نشان ندادند. این به نظر میاد که یک ائتلاف جدیدی که قبلا در سیاست پاکستان ما شاهدش نبودیم ممکنه آن به وجود بیاد. توضیحات ممنونم جواد همدانی همکارم که از اسلام آباد همراه ما بودی. حتما در بخش بعدی خبر آخرین ها رو از تو مجددا خواهیم شنید.